فهیمه میرسایی هستم، کارشناس روابط عمومی. حدود 10 ساله که بینایی خودم رو تقریبا کلا از دست دادم. اینو میگم تقریبا چون فقط یا درک نور دارم، دوستانی که این مشکل دارن میدونن درک نور یعنی چی. 2 ساله که کار چوب انجام میدم، قبل از اون آموزش سفال رو تو فنی حرفه‌ای دیدم و به سختی تونستم خودم رو تو حرفه چوب ثبت نام کنم. خیلی سختی های زیادی بوده سر راه، اینکه واقعا به من آموزش نمیدادن و میگفتن که تو نمیتونی تو این کلاس ها شرکت کنی، ولی خدا رو شکر من تونستم این کار رو انجام بدم و فکر میکنم که تقریبا نفر اولی بودم که از جمع نابینایان عراق تونستم که تو آزمون فنی حرفه شرکت کنم و گواهی فنی در پیکر ترشی بگیرم. الان به صورت 1 سال هست که به طور حرفه‌ای دارم کار میکنم و این هنرکده رو افتتاح کردم. مشکلات زیاده، اگه بخوام بگم همه حرفم میره دنبال مشکلات. این خود کرونا که هیچی، یه معضل بزرگه که فکر میکنم برای همه است، برای ما بیشتر، چون خیلی جایی برای عرض کالاهامون نداریم، متاسفانه نمایشگاه ها بسته است و خیلی چیزایی دیگه. در مورد مشکلات نابینایان بخوام بگم، ما مشکلات رفت آمد داریم. متاسفانه عراق شهریه که خوب مناسب سازی نشده برای معلولین و بلخص نابیناها. برای رفت آمد، برای کارهایی که داریم، برای ادارات مختلف، خودم ادارات مختلف باید رجوع کنم، فنی حرفه‌ای باید برم، بهزیستی این و خیلی جاهای دیگه برای کارم لازمه که رفت آمد کنم، اصلا مناسب سازی نشده. این که بگم همه برخورد بدی دارن و اینجوری نمیگم، نه، خیلی هاشون برخوردهای خیلی خوب و انسانی دارن، ولی هنوز هستن کسایی که این فرهنگ براشون جا نیفتاده و نمیدونن باید با یه فرد معلول یا حالا کسی که آسیب بینایی داره چطور برخورد کنن. گاهن ما باید پشت و در اتاقاشون بشینیم و آخرم بهمون بگن که وقت نداریم و اینها، که بریم مثلا کارامون رو انجام بدیم. حالا چون این روز به خصوص هستش، باز خدا رو شکر به نظر من این روز هستش که به سراغ ما بیان، ما یه تکه های از مشکلاتمون رو بهشون بگیم. یه چیزی هم که خیلی دوست داشتم بگم در مورد کل خیلی از افراد معمولی هستن که متاسفانه هنوز معلولین یا افرادی که آسیب بینایی دارن و هنوز به یه شکل ترحم‌آمیز نگاه میکنن. من یکی از دلایلی که پا شدم خواستم کار کنم، رو پای خودم وایستم، دستم رو گذاشتم به زانو خودم، این بودش که ثابت کنم واقعا اینطوری نیستش و ماها میتونیم، ما افرادی که آسیب بینایی داریم یا افراد معلول دیگه، فقط کافیه که بدونیم استعدادمون درون چیه و تواناییمون درون چیه که اونو هی بزرگش کنیم، شکوفاش کنیم، که بعدا خودمون بتونیم استقلال خودمون رو حفظ کنیم. و اتفاقا این خیلی شیرین تره از افرادی که خدا رو شکر سالمن، سلامتن و یک کار و کاسبی واسه خودشون دارن. خیلی از بچه‌های ما اینطور هستن که مثلا میگن چون ما یه لیسانسی داریم، چه یه فوق لیسانسی داریم، حتما باید بریم توی این ارگان، اون ارگان و از این درصد استخدام 3% معلولین و اینا برخوردار بشیم. ولی خب متاسفانه این داستان خیلی توی ارگانهای دولتی ما لحاظ نمیشه، رعایت نمیشه و ما توانایی نمیتونیم هممون بریم اونجا راحت کار کنیم و یه حقوق ثابتی داشته باشیم، یه بیمه ای که یه پشتوانه واسه آیندهمون باشه داشته باشیم. و دلیل نمیشه وقتی این کار اتفاق نمیفته ما خون آقامون بشینیم مثلا زانو غم بغل بگیریم یا بگیم حالا ببینیم چی میشه. خیلی منو که میبینن چون ظاهر و به اصطلاح ویترین چشم من مشکلی نداره، خیلی متوجه مشکل بینایی من نمیشن و حتی میگم گاهم فکر میکنم من باشون شوخی میکنم، در حالی که این اصلا مسئله نیست که فکر میکنم بشه دربارش شوخی کردش. وقتی دوستان یه سری با افراد نابینا که ما
مثلا طرف میشن هنوز خب هستن آدمایی که مثلا با نابینا نداشتن اطرافشون، به هر حال ما خودمون حق میدیم بهشون، ولی خب گاهن یه کارهایی هی تکرار میشه. من خیلی دوست دارم اینو دیگران میدونین چه بدونن. ببینید وقتی دوستان خواهش میکنم ازتون وقتی با یه فرد نابینا میخواین صحبت کنین در ابتدا به اصطلاح میخواین حالشو بپرسین، بهتره که اسم فرد رو صدا کنین. به اصطلاح میخوام حال دوستمو بپرسم، سلام خانم فرهانی خوبی؟ که بفهمه که طرف مقابل شما ایشون هستن. چون گاهن میام بگن سلام چطوری خوبی، بعد دوست ما برمیگردن جواب نم مرسی ممنون، بعد یومونن تازه اون شخص مقابل داره با یک دیگه حرف میزنه. یا وقتی یه وقتایی هم میگن مثلا میپرسن سلام چطوری خوبی، خب من نمیتونم با من هستن یا نه که من جوابشونو بدم، اصولا دوست نداریم زایشیم شاید جواب ندیم. خواهش میکنم من وقتی وایستادم سرپا ایستادم یا نشستم دارم به شما نگاه میکنم، به اصطلاح صورتم به سمت شماست دارم با اتون صحبت میکنم، شما مکانتون رو تعویض نکنین. من وقتی وایستم روبروی شما دارم با شما صحبت میکنم یکو متوجه میشم ای صدای شما دارم پشت سر من میاد، شما کی رفتی پشت سر من؟ حالا زیاده میگم بهتون دوستای عزیز این خیلی زیاده، ولی حالا این موارد جزئیشه که دارم بهتون میگم. اگه میخواین به یه فرد نابینا کمک کنین خیلی لطف میکنین شما، من همینجا از همتون ممنونم، ولی از فرد نابینا به اصطلاح اجازه بگیرین. اجازه که نمیگم ازش بگین ببخشید اجازه، نه بگین که میتونم کمکتون کنم. شاید اون فردی باشه که دوست نداشته باشه، یک دفعه یک نفر میاد دست آدمو میگیره بذار من ردت کنم از خیابون، بذار من از جوب ردت کنم. مثلا به نظر من خیلی کارا رو احتیاج نیستش که ما حتما ببینیم، مثلا تایپیستا که خودتون دیگه دیدین دیگه اصلا به دستاشون نگاه نمیکنن، انگوش یه راست میره سر دکمه مورد نظر. کارایی که پخت شده من تازه از کوره تحویل گرفتم آوردم. بعد از اینکه از کوره تحویل میگیریم حالا کار سنباده زدن میشه، که بعد از این مرحله که سنباده هاشو خورد میره به قسمت رنگ شدن. برای قسمت رنگ همون قسمت یکی از اون قسمت هایی که گفتم مشکل دارمه که فقط مختص من نیست مطمئنم، حالا هستن با هم خواهرم میاد برای نقاشی هایی که ابتدایی تره کمکم میکنه، یا دوستان هنرمندی دارم که تو قسمت رنگامیزی مثلا با هم همکاری دارن، ولی غیر از قسمت رنگامیزیش تمامی مراحل حالا برای نقش برجسته یا واسه فنجونایی که مثلا اینجا میبینیم که فنجونای کوچیکی طراحی کردم با دسته ای که یه اشکالی حالا این به اصطلاح روباهه، دستش به حالت روباهه که خیلی هم بازخوردهای خوبی داشته. غیر از قسمت نقاشی همه این مراحل رو خودم انجام میدم. حال هامو حالا جایی که بتونم، یعنی من اینجا دستگاه دیگه ای ندارم، کلن غزالوم رو به وسطه همین کاتری که میبینین داخل دستمه میتراشم. حالا اینها را که برش کلی میخوره من میگیرم، بعد شروع میکنم به تراشیدنشون حالا اون شکل طرحی که مورد نظرمه. این دوباره خودش یه پروسه خیلی سختی، چون واقعا مخصوصا وقتی یه چوب گردو باشه، حالا میگم به چوبش بستگی داره، ولی وقتی چوب گردو یا چوبای سفت باشه که بافت محکمی داره این خیلی سخته. یه استاد پیدا نمی کردم که این کارو به من آموزش بده. من وقتی فنی حرفه‌ای مراجعه کردم یا جاهای دیگه استاداش حاضر به همکاری با من نبودن، تا اینکه استاد نمیدونم حالا من شاید حق میدم بهشون، میگم شاید ایشون در من شناخت روی من نداشتن که اینجوری صحبت کردن و فکر میکردن مثلا من نمیتونم و اینا.